این آمار نشان می‌دهد تارمی اسطوره پورتو است. مهدی در این 4 سال آماری خیره کننده ثبت کرده و عجیب نیست که هواداران پورتو تا این حد به او علاقه دارند. گلزنی مهدی تارمی مقابل بواویشتا پرده آخر دوران درخشان حضور او در پورتو بود. 180 بازی برای اژدهایان، 90 گل زده و 42 پاس گل. بعد از ده شب به رونالدو زنگ نزنید، عصبانی میشه. کریستیانو رونالدو برای اولین بار فاش کرد که برای فرار از استرس و رسیدن به آرامش چه راهکاری دارد. رونالدو در برنامه ووپ در پاسخ به این سوالی که با وجود شهرتی که به عنوان یک فوتبالیست افسانه‌ای دارد، چطور میتواند هم فشارهای ناشی از شهرت و هم فشارهای ناشی از فوتبالیست حرفه‌ای بودن را مدیریت کند و دچار استرس نشود، گفت فقط یک چیز خیلی مهم است، اینکه من از ساعت 10 یا 11 شب با هیچ کس حرف نمیزنم. تلفنم خاموش می شود و به هیچ عنوان از تلفن استفاده نمی کنم. دوست ندارم آخر شبها با کسی صحبت کنم، چون آرامش ذهنیم به هم می ریزد. پس از ساعت 10 شب به بعد با من تماس نگیرید. ستاره بزرگ پرتغالی در ادامه اشاره کرد، برای زندگیش برنامه‌ای دارد که آن را سفت و سخت رعایت می‌کند. رونالدو می‌گوید سال‌هاست به این برنامه پایبند است و به همین خاطر وقتی وارد زمین چمن می‌شود همیشه در بهترین وضعیت ممکن قرار دارد. اصلاح بی‌عدالتی بزرگ. لواندوفسکی توپ طلا می‌گیرد. روزنامه اسپورت مدعی است فرانس فوتبال در حال بررسی این گزینه است که توپ طلای 2020 را به روبرت لواندوفسکی بدهد. توپ طلایی که در آن سال به دلیل اپیدمی کرونا اهدا نشد. فرانس فوتبال نشریه فرانسوی است که هر ساله معتبرترین جایزه انفرادی فوتبال توپ طلا را اهدا می‌کند. یکی از جنجالی‌ترین اتفاق‌های تاریخ توپ طلا بدون شک اهدا نشدن این جایزه در سال 2020 بود. سالی که قرار بود توپ طلا به روبرت لواندوفسکی برسد. لواندوفسکی اخیراً در مصاحبه‌ای با اشپورت بیلد اعتراف کرد که دقیقاً چنین ذهنیتی داشته. او گفت سالهای 2020 و 2021 بهترین سالهای حرفه‌ای من بود. اخیراً یکی از رفقا آماری برایم فرستاد و دیدم در 58 مسابقه 100 گل زده بودم. البته اسپورت خاطر نشان کرد که هنوز هیچ چیز قطعی نیست و فرانس فوتبال در حال بررسی است، ولی به نظر می رسد کفه ترازو به نفع کمپیس که توپ طلا را حق لواندوفسکی می داند و می گوید برطرف کردن بی‌عدالتی حتی اگر با تأخیر به نفع بچه‌ی فرانس فوتبال و توپ طلا است. یکی از دلایلی که فرانس فوتبال را به این فکر انداخته تحقیقاتی است که از چند ماه پیش در فرانسه درباره توپ طلای 2021 لیونل مسی آغاز شده. ظاهرا پاریس سن ژرمن در آن زمان به فرانس فوتبال فشار آورده بود که توپ طلا حتما به ستاره آرژانتینی داده شود. هرچند مخالفان این ادعا میگویند مسی در هر صورت نیازی به پارتی بازی نداشت و آن سال در هر شرایطی توپ طلا باید به او میرسید. در آن سال لواندوفسکی که سال قبل به دلیل کرونا به توپ طلا نرسیده بود، بعد از مسی دوم شد و جایزه‌ای که تمام دوران فوتبالش آرزوی آن را در سر داشت، از دسترسش خارج شد. اسپورت میگوید رؤسای فرانس فوتبال معتقدند رسانه‌ای شدن تحقیقات درباره توپ طلای 2021 باعث خدش وارد شدن به اعتبار این نشریه شده و شاید اهدای توپ طلای 2020 به لواندوفسکی بتواند به ترمیم این وجه کمک کند. برای اینکه بدانید لواندوفسکی شخصا در این باره چه فکر می‌کند، باید به مصاحبه او با اشپورت بیلد مراجعه کنید. وقتی مصاحبه کننده پرسید آیا دوست دارد همین حالا توپ طلای 2020 را به او بدهند، لبا در پاسخ گفت بله، معلوم است که دوست دارم یک روز توپ طلا را به من بدهند. اینطور نیست که عصبانی یا غمگین باشم که توپ طلا نگرفتم، ولی احساسم این است که در هر دو سال می توانستم توپ طلا بگیرم. لواندوفسکی دوباره به صراحت گفت که هیچ مشکلی برای دریافت دیرهنگام توپ طلا ندارد. او گفت بگذارید اینطور بگویم که اگر 4 سال با تأخیر توپ طلای 2020 را به من بدهند اصلا ناراحت نمی‌شوم و این چیزی نیست که به من بر بخورد. خیلی هم افتخار بزرگی است و با افتخار جایزه را قبول خواهم کرد. مدتی است که از گوشه و کنار صداهای زیادی شنیده می‌شود که سعی دارند فرانس فوتبال را ترغیب کنند به بی‌عدالتی در حق لواندوفسکی
پایان داده و توپ طلای 2020 را به او بدهند. چندی پیش فابریسیو رومانو، روزنامه‌نگار مشهور فوتبالی، به یک پادکست لهستانی گفت: شک نکنید که توپ طلا حق لواندوفسکی است. لوا آن سال بیشترین گل را زد و بیشترین جام را گرفت و اگر فرانس فوتبال همین حالا جایزه را به او بدهد، برای دنیای فوتبال خوشحال کننده است. نه تنها به خاطر آن سال، بلکه به خاطر زندگی فوتبالی درخشانی که هنوز هم به پایان نرسیده. امیدوارم این اتفاق بیفتد و فرانس فوتبال اشتباهی که آن زمان مرتکب شد را اصلاح کند. قلب رئال ایستاد. زانوی امباپه خم شد. در بازی یکشنبه شب برابر لوتوز، چیزی نمونده بود کیلیان امباپه ربات صلیبی بدهد و رویای رئال برای او تمام شود. یکشنبه شب پاریس سن ژرمن در زمین خود 3-1 شکست خورد. در دیداری که امباپه تک گل پاریس را زد، اما او در یک صحنه زنگ خطر را به صدا درآورد. واقعا چیزی نمانده بود امباپه دچار یک مصدومیت شدید شود. در مبارزه برای تصاحب یک توپ، ستاره فرانسوی یک حرکت خطرناک انجام داد که در آن زانویش کاملا خم شد. اقدامی که اغلب با آسیب‌های شدید صلیبی همراه می‌شود، ولی خوشبختانه این بار برای او به خیر گذشت و تا پایان نیز در زمین ماند. با این حال، امباپه امروز در تمرین PSG شرکت نکرد و گفته شده مشکل همسترینگ دارد. اکنون باید دید او به فینال جام حذفی برابر لیون خواهد رسید یا خیر. ستاره‌ای که قربانی امباپه در رئال می‌شود. در فرانسه معتقدند با ورود کیلیان امباپه به رئال، یکی از ستاره‌های بزرگ تیم بیش از همه ضربه خواهد خورد. از نظر فردریک هرمل، کارشناس فرانسوی که نسبت به فوتبال اسپانیا اشراف کامل دارد، ورود کیلیان امباپه به رئال مادرید روی رودریگو تأثیر منفی خواهد گذاشت. هرمل در برنامه افتر فوت از رادیو RMC توضیح داد: اگر قرار باشد بازیکنی با ورود امباپه قربانی شود، رودریگو خواهد بود و این واضح به نظر می رسد. قربانی اصلی قطعاً بیلینگام و وینیسیوس نیستند. واضح است که رئال می خواهد با هر 4 مهاجم در زمین به میدان برود، ولی نه در یک نیمه نهایی لیگ قهرمانان برابر تیمی مثل سیتی. اینجاست که رودریگو باید روی نیمکت بنشیند. هرمل در مورد معارفه ویژه امباپه در برنابئو گفت: معارفه در ماه آگوست با حضور 80,000 نفر و حامیان مالی متعدد خواهد بود. احتمالاً زیدان نیز آنجا خواهد بود و معارفه دیوانه کننده را خواهیم دید. بازسازی برنابئو تکمیل شده و همه منتظر فینال لیگ قهرمانان هستند تا پس از آن انتقال کیلیان امباپه نیز رسمی شود. معارفه او تاریخی خواهد شد. زیر دوش فهمید میدم باید از رئال بروم. رافا مارین در مورد دلیل جدایی موقتش از رئال در تابستان گذشته صحبت کرد. طبق ادعای آس، تصمیم برای بازگشت مارین قطعی است و چند باشگاهی که برای او پرسجو کردند همه با یک پاسخ مواجه شدند: او فصل بعد برای رئال بازی خواهد کرد. مارین در آستانه بازی امشب رئال آلاوس در مورد جدایی خود در تابستان حرف جالبی زد: بعد از یکی از بازی‌ها زیر دوش رفتم و من همانجا متوجه شدم در حد رئال نیستم. فقط یک مقایسه بدنی کافی بود تا متوجه شوم در کیفیتی پایین‌تر از بقیه قرار دارم. تصمیم درست انتقال به آلاوس بود و من در یک سال اخیر روی بهبود قوای بدنیم بسیار کار کردم. فکر می‌کنم حالا شرایط خیلی بهتری نسبت به تابستان قبل دارم. این انتقال از هر نظر برایم خوب بود. کلوب تمام تلاشش را کرد که گریه نکند. یورگن کلوب در آخرین بازی خارج از خانه بر روی نیمکت لیورپول با هواداران این تیم یک تشکر احساسی داشت. با اینکه این توقف برای لیورپولی‌ها تأثیری در جدول ندارد، اما آنها امیدوار بودند آخرین بازی خارج از خانه کلوب را با پیروزی پشت سر بگذارند. با این حال، این موضوع مانع تشویق شدید یورگن کلوب توسط هواداران لیورپولی حاضر در ویلا پارک نشد. آنها در پایان بازی یک صدا نام او را فریاد می زدند و همین باعث شد که کلوب به مقابل آنها برود و لحظاتی را با ایستادن در برابر آنها بگذراند. او در حالی که دستش را بر روی قلبش می کوبید با آنها دست تکان می داد، بغض کرد و نتوانست آخرین بازی خارج از خانه‌اش را بدون احساساتی شدن سپری کند. قرارداد امضا شد. ستاره فرانسوی در MLS.
اولین عکس از اولیویه ژیرو در حال امضای قرارداد با باشگاه لس آنجلس گالکسی منتشر شد. کیلیان امباپه برنده جایزه بهترین بازیکن سال فرانسه شد. امباپه 25 ساله پس از فصلی که در آن 44 گل در تمام رقابت‌ها برای PSG به ثمر رساند، جایزه بهترین بازیکن لیگ فرانسه را در جشن UNFP اتحادیه بازیکنان فرانسه برای پنجمین بار متوالی دریافت. بی خیال ماه عسل، میخواهم در یورو باشم. ایسکو در پاسخ به سوالی درباره احتمال حضور در یورو 2024 گفت: قطعاً پاداش شایسته‌ای برای این فصل بزرگ خواهد بود. حتی برای مهم نیست که بدون تعطیلات بمانم. اگر به تیم ملی دعوت شوم، تابستانم عالی‌تر می‌شود. سفر تابستانیم را رزرو کردم و قرار شده با همسرم به ماه عسل برویم، ولی مشکلی ندارم که این سفر را لغو کنم. مارکا در این رابطه نوشت که حالا شانس ایسکو برای بازگشت به تیم ملی بسیار بیشتر شده و دلافوئنته مربی اسپانیا اخیراً با او تماس‌هایی داشته. مذاکرات آغاز شد. ستاره برزیلی بارسا در راه پورتو. روزنامه پرتغالی آبولا مدعی شده که مذاکرات بین باشگاه بارسلونا و پورتو برای انتقال این بازیکن برزیلی به لیگ پرتغال آغاز شده. مدیر ورزشی سابق بارسا که حالا در پورتو مشغول به کار است، مذاکراتی را با دکو درباره انتقال قرضی این ستاره برزیلی آغاز کرده. جواب ببر برزیلی به ژاوی، همان که قبلا گفتم. ژاوی تصمیم قطعی خود در مورد روکه را گرفته و این بازیکن برزیلی را برای فصل بعد نمی‌خواهد، ولی روکه روی تصمیم قبلی خود خواهد ماند. طبق ادعای اسپورت هنوز چیزی رسما به روکه و ایجنتش اعلام نشده، اما موضوع ببر برزیلی در قبال جدایی قرضی روشن است. همانطور که اخیراً ایجنت او قاطعانه گفت، انتقال قرضی روی میز نیست و اگر قرار به جدایی باشد دائمی خواهد بود. یا روکه روی تصمیم خود مانده است، یا ژاوی عقب نشینی کرده و او را برای فصل بعد حفظ خواهد کرد، و یا او همین تابستان برای همیشه از بارسا می رود. وسوسه عربستان، وداع با کاپیتان یونایتد در فینال. این احتمال وجود دارد که دیدار فینال رقابت‌های جام حذفی برابر منچستر سیتی آخرین بازی برونو فرناندز برای منچستر یونایتد باشد. روزنامه سان مدعی شده که این بازیکن در حال بررسی پیشنهادهایی است که دریافت کرده و احتمال جداییش از یونایتد بسیار زیاد است. در خبر منتشر شده از سوی این روزنامه انگلیسی آمده که این ستاره پرتغالی قصد دارد در بازی برابر منچستر سیتی از هواداران یونایتد خداحافظی کند و در واقع فینال جام حذفی آخرین بازی او با پیراهن این تیم به حساب می آید. پیام ستاره رئال: بازی هم نکنم، می خواهم بمانم. لوکا مودریچ ستاره رئال مادرید به مدیران این باشگاه اعلام کرده که قصد دارد فصل آینده هم در این تیم بماند. روزنامه اسپانیایی آیس خبر داده که او حاضر است حتی در صورتی که فرصت زیادی برای حضور در میدان در فصل آینده نداشته باشد هم در رئال مادرید بماند. تاریخ سازی کودک نابغه تمامی ندارد. لامین یامال دیشب یکی از دو گل بارسا را به رئال سوسیدا زد و توانست رکوردی جدید را به نام خود ثبت کند. گل اول بارسا را یامال، کودک نابغه آبیو اناری ها زد. او با تنها 16 سال و 306 روز حالا در لالیگا توانسته 5 گل بزند که در تاریخ این رقابت‌ها بی سابقه است. هرگز بازیکنی زیر 17 سال در لالیگا نتوانسته به رکورد 5 گل برسد. در همه رقابت‌ها نیز یامال 7 گل زده و 9 پاس گل داده تا روی 16 گل تیمش تأثیر مستقیم داشته باشد. رسمی جدایی ستاره فرانسوی از منچستر یونایتد. رافائل واران ستاره فرانسوی منچستر یونایتد در پایان این فصل از جمع شیاطین سرخ جدا خواهد شد. این ستاره فرانسوی با انتشار پیامی ویدیویی در صفحه رسمی اینستاگرامش رسما این خبر را تایید کرد. رئال چالش تیلور سویفت برای فینال را پذیرفت. رئال مادرید برای باز کردن درهای برنابئو به روی هواداران برای تماشای فینال لیگ قهرمانان 2 روز بعد از کنسرت تیلور سویفت تردید داشت، ولی در نهایت این کار را انجام داد. به نقل از مارکا، رئال مادرید در تاریخ 1 ژوئن 2024 درهای سانتیاگو برنابئو را برای تماشای فینال لیگ قهرمانان اروپا باز خواهد کرد. این را مدیر اجرایی باشگاه در قرعه کشی بلیت فینال لیگ قهرمانان اروپا تایید کرد. خبری خوب برای هوادارانی که نمی توانند به ویملی سفر کنند و این گونه می توانند از تماشای فینال در برنابئو لذت ببرند. اگرچه جزئیات افتتاحیه هنوز علنی نشده، اما خوزه لوئیس سانچز گفت که باشگاه به سنت 10 ساله خود ادامه خواهد داد.
اولین بار برای تماشای فینال 2014 لیسبون، رئال در برنابئو پذیرای هواداران شد. این اولین بار است که این اتفاق پس از بازسازی برنابئو رخ می‌دهد. رئال این کار را پس از دو کنسرتی که تیلور سویفت در 29 و 30 می در برنابئو برگزار می‌کند انجام خواهد داد. به دلیل برگزاری این دو کنسرت، باشگاه در حفظ سنت تماشای فینال در برنابئو تردید داشت، ولی در نهایت این چالش را پذیرفت. کیت رئال و دورتموند در فینال مشخص شد. با وجود میزبانی دورتموند در بازی فینال، رئال با کیت اول خود در میدان حاضر خواهد شد. یوفا امروز اعلام کرد که هر دو تیم کیت شماره 1 خود را در این دیدار خواهند پوشید. رئال با نگرانی اندریک را دنبال می کند. لطفاً گل نزن. قیمت اندریک برای رئال مادرید لحظه به لحظه بیشتر می شود و حالا رئال باید برای قطعی شدن جذب او مبلغ بیشتری به پالمیراس بپردازد. روزنامه آیس اعلام کرد گل شماره 20 اندریک که مقابل لیورپول اوروگوئه به ثمر رسید باعث فعال شدن بندی در قرارداد پالمیراس و رئال شد که بر اساس آن رئالی ها باید 2.5 میلیون یورو بیشتر به باشگاه برزیلی پرداخت کنند. بر اساس توافق اولیه دو طرف، رئال پذیرفته که برای جذب اندریک 35 میلیون یورو پرداخت کند. زمانی که این توافق به دست آمد، اندریک 16 ساله بود و باید تا رسیدن به 18 سالگی به بازی در پالمیراس ادامه می‌داد تا بتواند راهی رئال شود. اما در توافق رئال و پالمیراس بندهای الحاقی متعددی وجود دارد که اگر همه آنها فعال شود، قیمت اندریک برای رئال می‌تواند به 60 میلیون یورو برسد. بر اساس یکی از این بندهای الحاقی، به ازای هر 5 گلی که اندریک در پالمیراس به ثمر برساند، رئال باید 2.5 میلیون یورو به این باشگاه پرداخت کند. حالا که اندریک از زمان قرارداد 20 گل به ثمر رسانده، رئال باید 10 میلیون یورو دیگر پرداخت کند و در نتیجه در حال حاضر قیمت اندریک برای رئال به 45 میلیون یورو رسیده. تکذیب پی اس جی، امباپه با الخلیفی دعوا نکرد. سخنگوی پاریس سن ژرمن گزارش‌ها درباره درگیری شدید بین کیلیان امباپه و ناصر الخلیفی را تکذیب کرد. تصمیم رئال در مورد مودریچ، باید خداحافظی کنی. بر اساس گزارش رلوو، مودریچ می‌خواست با مادرید ادامه دهد و حاضر بود دستمزدش را به میزان قابل توجهی کاهش دهد، اما باشگاه به اون پیشنهاد تمدید قرارداد نداد. مادرید به بهترین شکل ممکن از مودریچ تقدیر خواهد کرد و سعی می‌کند در آخرین بازی لالیگایی مقابل رئال بتیس در 25 می که در سانتیاگو برنابئو خواهد بود، مراسم خداحافظی باشکوهی برای او برگزار کند. دو منبع تایید کردند. کاپیتان یونایتد نزدیک به بایرن. روزنامه انگلیسی ایندیپندنت و روزنامه آلمانی بیلد مدعی شدند برونو فرناندز کاپیتان منچستر یونایتد به بایرن مونیخ نزدیک شده است. خب بریم سراغ بازی‌های امروز و این هم نتایج بازی‌های دیروز. ممنون که تا پایان ویدیو با ما همراه بودید.